دوم فروردین روز جهانی آب. قرار است که به همین مناسبت کنفرانسی در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک برگزار بشه. اما وضعیت آبی ایران چطوره؟ ما در مرحله ورشکستگی آبی قرار داریم و خشکسالی سراسری به شدت کشور ما رو تهدید میکنه. اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از نیمی از 600 آبخانه اصلی ایران خشکیدن و بقیه اونها هم در خطر خشکیدگی قرار دارند. اینکه آب‌های حاصل شده از چاه‌ها بیش از دو برابر شور شدند. اینکه میانگین بارش نسبت به سال گذشته 20% کاهش پیدا کرده. و در کنار اینها به دلیل بیلان منفی آب و کسری آب و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی ما با خطر فرونشست سراسری در ایران مواجه هستیم. نرخ فرونشست در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی کشورهای در حال توسعه است. در جاهایی مثل دشت‌های جنوب تهران، اصفهان، خراسان، همدان و گلستان این آمار وحشتناک است. اما جمهوری اسلامی کوچکترین اهمیتی به این مسائل نمیده. همونطور که تغییرات اقلیمی رو نمیبینه که باعث تبخیر بیشتر، بارش کمتر و بارانهای سیلاسا در فصلهای گرم خواهد شد. اینکه جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده به بحث مدیریت سازه‌ای و ارگانهای همسود میبرن از این نوع مدیریت، اینکه پروژه های ناسازگار با محیط زیست رو تعریف میکنه مثل پروژه های آب شیرین کن یا پروژه های انتقال آب بین حوزه‌ای، اینا همه آسیب زننده است به اقلیم ایران، به آب ایران، به خاک و هوای ایران. خشکیدگی تالاب‌ها و رودخانه‌ها سبب تشدید انتشار ریزگردها خواهد شد و وضعیت آلودگی رو در ایران تشدید خواهد کرد. دانشمندان ایرانی مثل دکتر سید آهنگ کوثر که مسائلی مثل آبخانداری و آبخیزداری رو مطرح کردن و مفید دونستن برای ایران به نظراتشون توجه نمیشه. با وجودی که در اسناد بالادستی مثل اسناد توسعه تأکید شده به استفاده از این روش ها. روش های مدیریت آب در ایران روش های ناسازگار با توسعه پایدار و ناسازگار با اقلیم ایران. اگر شرایط فعلی همین گونه که هست پیش برود، ما تا 25 سال آینده به گفته اکثر دانشمندان و پژوهشگران محیط زیست در اکثر مناطق ایران مواجه خواهیم شد با سرزمین های بیابانی. این پدیده باعث خواهد شد که بیش از 50 میلیون نفر از ایرانی ها مجبور مهاجرت بین سرزمینی یا برون سرزمینی بشن و در کنار اون ما شاهد پدیده هایی مثل حاشیه‌نشینی و مهاجرت های اجباری خواهیم بود. روش های مدیریت منابع آب در ایران باید اصلاح بشه. روش های مدیریت سازه‌ای باید به کنار گذاشته بشه و روش های سازگار و پایدار با محیط زیست باید جایگزین بشه. وگرنه متاسفم که بگم اقلیم ایران تا چند دهه آینده تبدیل خواهد شد در اکثر مناطق اون به اقلیمی غیر قابل سکونت و این در نهایت منجر خواهد شد به فروپاشی سرزمین عزیزمون ایران.